أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فتره من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنْ يَعْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که اگر در خودمان ایجاد کنیم و اون سرمایه بزرگ را به دست بیاوریم آثار و برکاتی دارد. یکی از آنها تشخیص حق از باطل است. انشاءالله همه با تمام سعی و تلاش به این راه نجات و هدایت و سعادت توجه داشته باشیم. خطبه اول دو هفته است بحث درهای بهشت از منظر قرآن و روایات در نماز جمعه دنبال میشه و بحث میشه. این هفته هم با توجه به اثر و ثمر اجتماعی و فرهنگی که مباحث قرآنی در اصلاح نفوس و جامعه دارد، این بحث را در خطبه اول دنبال میکنم. امروز جمعه است، اول ماه صفر. مناسبت های تاریخی مذهبی از جمله ورود اهل بیت به شام و نحوه برخورد شامیان با اهل بیت و موضع‌گیری ها و روشنگری های همه آل الله، مخصوصا حضرت سجاد علیه السلام، از موضوعات است که بحث میکنیم. از نظر تاریخی ایامی که درش قرار داریم، سومین جنایت یزید یعنی به آتش کشیدن بیت الله مکه معظمه است. اونم از نظر تاریخی ایجاب میکنه در نماز جمعه مطرح شود. مناسبت روز، روز جوانان است و همینطور 28 این ماه و 15 اگست یا 24 این ماه مناسبت‌های اجتماعی است که اگر
فرصت ایجاب کرد به اونا هم خواهیم پرداخت. اما بحث خطبه اول، بحث بهشت و جهنم در آیات متعدد قرآن مطرح است. یکی از آیات شریفه سوره مبارکه آل عمران، خداوند می‌فرماید و سارعوا الی مغفرة من ربکم، از همدیگه پیشی بگیرین و برنامه ریزی کنین برای رسیدن به مغفرت و آمرزش خداوند و جنت و بهشتی که عرض و از سماوات و الارض. پهنای این بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است. این بهشت برای کی آماده شده؟ اعدت للمتقین. این بهشت آماده شده و در نظر گرفته شده برای انسان‌های با پروا و با تقوا. طبعا رسیدن به یک مقصد و یک منزل نیاز به برنامه دارد. راه برای رسیدن به اون مقصد معرفی شده، خرج و هزینه اون مقصد و منزل باید فراهم شود. در روایات این بحثا توضیح داده شده، روشن شده. آقا امیرالمومنین می‌فرمایند قیمت بهشت چیه؟ جان انسان هاست. ما بخوایم بهشت بریم باید زندگیمان، حیاتمان، امکاناتمان طوری هزینه شود، عمرمان طوری برنامه ریزی شود که ما را به بهشت برسانه. و الا یک دفعه انسان بهشتی نمیشه. یک دفعه به این معنا که بدون اسباب و رعایت و اصولی که معرفی شده ما انتظار داشته باشیم اهل بهشت بشیم، نه. اگر توبه هم هست بازم باید اون اصول توبه را رعایت کنیم. لذا آقا فرمودن لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، برای جانهای شما چیزی نمیتواند جاگزین باشد مگر بهشت. فلا تبیعوها الا بها. وارد بهشت اگر میخواهید بشوین باید زندگیتان را طور تنظیم کنین که از این سرمایه رسیدن به بهشت برای شما میسور باشد و مقدور باشد. اما بحث درهای بهشت، خوشبختانه در اثر دنبال کردن روایات به این بحث رسیدیم که درهای بهشت 8 تا هست. خداوند در سوره مبارکه صاد آیه 7-50 می فرماید جنات عدنین مفتحتون لهم الابواب، بهشت های جاویدان که دروازه های آن برویشان گشوده است. جنات عدنین مفتحتون لهم الابواب. این درهای بهشت الان بروی همه ما باز است. حالا اگر از اون دری که معرفی شده حرکت کردیم، از همه الان به سمت بهشت قرار داریم. از طفولیت، از جوانی، از اون لحظه ای که امکانات در اختیار ما قرار میگیره، از همون لحظه به سمت بهشت در حرکتیم. یعنی دقت در آیات، تدبر در آیات همینه تأیید میکنه. مثلا پیامبر فرمودن الجنت لها ثمانیت و ابواب، بهشت 8 در داره. اون آیه ای را که در هفته های گذشته تلاوت کردم، قرآن میفرماید جهنم 7 در داره. لها 7 ابواب لکل باب جزء مقسوم. جهنم 7 در داره، از هر دری افراد خاصی را به جهنم وارد میکنن. پیغمبر در تفسیر این آیه فرمودن بهشت 8 در دارد و من اراد الدخول من هذه الابواب الثمانیه، اگر کسی میخواهد
از این 8 در وارد بهشت شود باید 4 چیز را محکم چنگ بزند. فلیتمسک به 4 خصال. در سوره مبارکه آیت الکرسی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که طاغوت را قبول نکنه ایمان به خدا بیاورد، فقد استمسک بالعروة الوثقا، به دستگیره محکم چنگ زده. شما میدونین میخواییم یک جایی بریم باید از یک دستگیره بگیریم. پیغمبر فرمود بهشت 8 در داره، کسی میخواهد وارد بهشت شود باید به 4 خصلت متمسک شود، یعنی این خصلت ها را در زندگیش، در روابطش، در تعاملاتش، در داد و ستدش اینا را محور قرار بده، اینها را در واقع مبنا قرار بده. یک، از صدقه، اهل صدقه دادن باشه، خیلی برکت داره صدقه. انفاق، حالا آثارش فرصت نیست. یکی از 4 چیزی که پیغمبر برای بهشت رفتن از درهای بهشت معرفی کردن این است که انسان اهل صدقه دادن باشد. دومین چیزی را که معرفی کردن بخشندگی، از سخا، دست باز داشتن، دل بزرگ و سینه فراخ داشتن. خیلی روایت داریم بهشت خانه سخاوتمندان است. چطوری وجود نازنین سید الشهدا وقتی حر می آیه با اون کرامت برخورد میکنه، چطوری پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی وحشی اون غلام بایش برخورد میکنه، قاتل حمزه، از اون میگذره. اینا اخلاق قرآنیست. نباید به این فکر باشیم که ما باید چیزایی که واقعا قرآن تأیید نمیکنه با اینا دنبال بهشت باشیم. بعد فرمودن سومین چیزی که باید دستگیره ما باشه، دستگیره یه چیزیست که همیشه ما با او نیاز داریم، با او کار میکنیم، فرمود خوشخویی، این عبارت بخوانم، و حسن الخلق. ما برخوردمان، تعاملمان، اخلاقمان، این باید خوش باشه. اینک لعلی خلق عظیم، یا رسول الله تو دارای اخلاق خوشی هستی. علمایی که در نماز جمعه حضور دارن، من از اونا اجازه و معذرت، چقدر روایت داره مؤمن خوشیش در صورتشه، در برخوردشه. اگر نگرانی داره، اگر مشکل داره، اگر در زندگی گرفتار زحمتی است، اینها را مخفی میکنن. اساسا یک بخش عظیم جاذبه های هدایتگری در اسلام همین خوش اخلاقی است، خوش برخوردی است. خیلی روایت داریم انسان های خشن و غلیظ و خلاصه بیرم، اینها اهل جهنم هم، المؤمن اللین. پیغمبر فرمود یکی از 4 در بهشت چیه؟ حسن الخلق، خوش اخلاقی. 4 را فرمودن، دقت کنین، و کف الاذی عن عباد الله تعالی، دست بکشه، کف یعنی خودش کنترل بکنه، دستش، زبانش، اعضاش، اذیت و آزارش به کسی نرسن. خب قرآن به پیغمبر نازل شده، پیغمبر می فرماید بهشت 8 در داره، بعد درها را وقتی توضیح میده میگه از این درها وارد میشیم. اونی که الان خوش اخلاق است، رحیم است، سخی است، مهربان است، از همین الان به سمت بهشت در حرکت است. اونی که خشن است، بیرحم است، سختگیر است، از همین الان در مسیر جهنم است. اساساً آیاتی که
در قرآن به ما گوشزد میکنه، قرآن شما را از تاریکی ها به سمت روشنایی میرسانه. یعنی این تاریکی ها و روشنی ها باید مشخص شود. خشم، غضب، کینه، تعصب، معیارهای جاهلی، تبرج، تفاخر، اینها تاریکی هاست. اخلاص، صمیمیت، بشردوستی، تحمل، ظرفیت هاییست که انسان را بهشتی میکنه، قرآنی میکنه. امام صادق علیه السلام بعد از شنیدن و در واقع طرح این آیات، دیگه روایات را که میخوانه انسان باید با همه وجود بپذیره، چون ما یک فرمول داریم، روایتی که با قرآن موافقه این روایت صحیح است. اگر روایتی با قرآن جور در نیامد، بر قرآن عرضه بکنین. اهل بیت فرمودن این روایت را به دیوار بزنین. امام صادق فرمودن سه کار است، سه عمل است، خیلی اوج داره نسبت به مطالبی که قبلا گفته شد. فرمود هر کس یکی از این سه کار را انجام بده، نه تنها بهشت میره، خداوند بهشت بر او واجب میکنه. یکی از این سه کار را کسی انجام بدهد، امام صادق فرمود بهشت خداوند بر او واجب میکنه، همطوری که روزه بر ما واجب است، نماز بر ما واجب است، حج اگر مستطیع شدیم واجب است. حضرت فرمود ثلاث من اتا به واحدتن، سه کار است که لازم نیست هر ستاش داشته باشی، حالا هر ستاش باشه بهتر، بهش درجات داره. حضرت فرمود یکیش هم داشته باشی اوجب الله له الجنه، بهشت خدا بر او واجب میکنه. یک، الانفاق من اقتار، انسان در حالی که خودش تندسته، خودش نیاز به پول داره، نیاز به امکانات داره، فقیره، در این حالی که فقیره به دیگری کمک میکنه. خب یک وقت آدم غنیست کمک میکنه، نمیگم او فایده نداره، او داره. همون عبارتی بود که پیامبر فرمود صدقه. اما یک وقت خودش نیاز داره، اون مایحتاج خودش در راه خدا میده. حضرت فرمود این کار به تنهایی باعث می شود بهشت بر انسان واجب شود. دومیشه دقت کنین، یک وقت ما با همسایه و همسر و اولاد و زیر دست من خوش اخلاقی می کنیم، بعد امام صادق فرمود نه، والبشرو لجمیع العالم، خوشرویی با همه عالم، قرار نیست فقط با مسلمان ها ما خوش برخورد باشیم، برنامه این است که دیگران را با اخلاق قرآنی دعوت کنیم. والبشرو للعالم، همه مردم، همه بشر، لجمیع العالم، با همه انسانیت باید تعامل ما همین باشه. سومش والانصاف من نفسه، خودمان اهل انصاف باشیم. شاید تکرار باشه اما حتما مؤثره. پیغمبر سوار بر شتر به یکی از غزوات تشریف می بردن، یک آقای از بیابان آمد به رسول الله عرضه داشت علمنی عملا ادخلو به الجنه، یا رسول الله یک کار را به من یاد بدین که من با اون کار داخل بهشت بشوم، یعنی مسیر بهشت را به من یاد بدین. حضرت سوار بر شطور در حال حرکت به سمت غزوه معطل نکرد، دو جمله فرمود. فرمود که هر چیزی که دوست داری مردم با تو اونگونه برخورد بکنه، برای خود دوست داری، برای مردم دوست داشته باشی. هر عملی که دوست داری مردم با تو اونگونه تعامل نکنن، برخورد نکنن، نسبت به مردم هم رعایت بکن. چیزی که با خود دوست داری به دیگران دوست داشته باشی. آقا رفاه، پیشرفت، امکانات، حفظ آبرو، اینا رو ما برای خودمان میخواییم.
حاکم یک جامعه اینا رو برای خودش اگر تنها بخواید بهش رفتنش خیاله. تاجر، فرهنگی، یک شخصیت اجتماعی اگر امکانات برای خودش بخواید خیال است بهش میره. پیغمبر فرمول داد، فرمود هرچی برای خودت دوست داری برای دیگران دوست داشته باش، هرچی برای خودت دوست نداری برای دیگران دوست نداشته باش. فرمود این راه بهشته. بعد حضرت فرمود خل راه، معلوم میشه او آقا افسار شطور پیغمبر گرفته بود. حضرت فرمود حالا که خواستت من گفتم، راهنماییت کردم، افسار شطور مرا رها کن. این مباحث قرآنی باید با تدبر و با دقت به عنوان فرمول‌های عملی در جامعه معرفی شود، و الا شاید خیلی ها فکر بکنن بهش رفتن یه راه‌های دیگری داره. درسته، ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دری از درهای بهشت است، اما باید ویژگی های این جهاد را، این یکی از درهای بهشته، او جهاد هم باید راهش پیدا بکنیم. وقتی جامعه اسلامی در خطر قرار میگیره دفاع لازم است. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الصوامع والبيع، اگر دفاع نباشه خیلی از مراکز از دست جامعه اسلامی بیرون میره. امیدوارم که با رویکرد جدید، با استفاده از سیره پیامبر و تربیت پیامبر، با از استفاده از راههایی که قرآن برای ما معرفی کرده و اون صراط مستقیمی که در هر نماز مأموریم از خدا را بخواهیم، مسیر سعادت را بیش از پیش بشناسیم و در سطح کلام جامعه و بین الملل از این روند و از این مسیر و از این شاراخ سعادت و هدایت استفاده بکنیم. خدایا ما را بیش از پیش با قرآن آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله و على علی امیر المؤمنین و على الصدیقة الطاهرة و على الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه به دلیل اهمیت و مسئولیت خطیر که دارد، ثواب و پاداش بزرگ و عظیمی برایش در نظر گرفته شده که یکی از اونها همین عبارت معروف است، نماز جمعه حج فقراست. به دلیل جایگاه عظیم و رسالت بالا و همه جانبهی که نماز جمعه دارد، زمینه های همدلی، بیداری و عزت جامعه اسلامی را باید
در این برنامه الهی دنبال کرد و شناخت. یکی از موضوعاتی که این هفته لازم می‌دانم در نماز جمعه مطرح کنم، از نظر تاریخی امروز اول سفر است، 26 یا 27 محرم سال 64 هجری قمری، یعنی 4 سال بعد از شهادت آقای امام حسین، مصادف است با محاصره شهر مکه و وسیله لشکریان جنایتکار یزید و آتش زدن مکه و ویران نمودن شهر مکه و خانه خدا. بهتر است من با یک عبارت دیگر این بحث را از باب روشنگری مطرح بکنم. یزید بعد از پدرش 4 سال حکومت کرد. در 4 سال 3 جنایت بی نظیر در تاریخ خلقت مرتکب شد. در سال 61 ماجرای کربلا، شهادت آقای امام حسین، اسارت اهل بیت، بردنشان به کوفه و به شام و برگشتنشان، این عامل و این به اصطلاح جریان با فکر و اندیشه یزید و کسانی که او را حمایت و در واقع همفکری می کردن صورت گرفت در سال 61. در سال 63 وقتی مردم از حکومت یزید ناراضی شدن، مخصوصا مردم مدینه، هیئت‌ها رفتن برگشتن گزارش دادن، فرزند خلاصه یکی از شهدا، فرزند حمزله که نماینده مردم مدینه بود، علیه یزید قیام کرد و جریان حره که در یکی از خطبه ها صحبت کردم، در سال 63 وقتی به مدینه لشکر یزید آمد، اون جنایت مرتکب شدن که حدود 1000 یا 700 نفر حافظ قرآن به شهادت رساندن. چقدر تجاوز شد. 3 شبانه روز خانه، یعنی مدینه منوره، مسجد النبی در اختیار نیروهای یزید تا بخشی از دروازه ها و دیوار مسجد النبی خون بالا آمده بود. بگذارین اینها را در تاریخ مراجعه کنین. در سال 4 در 27 یا 26 محرم همین نیروهای یزید که در مدینه و جنایت را به وجود آورده بودند آمدن مکه، مکه را هم آتش باران کردند و هم تخریب کردند. خیلی خلاصه توضیح میدم. بعد از اونی که مردم مدینه اعلان انزجار کردند و مردم خبر دادن، عبدالله ابن زبیر از این وضعیت اجتماعی به 3 نفر یزید پیشنهاد کرده بود که با او بیعت کنند: عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و امام حسین. آقای امام حسین قیامش اونطوری برنامه ریزی کرد، این 2 نفر نرفتن. یکیش عبدالله ابن زبیر بود که وقتی دید مردم از یزید برگشتن، چون امام حسین فرموده بود که هرچی از مکه دورتر قضایا اتفاق بیفته به نفع جهان اسلام است، عبدالله ابن زبیر از وضعیت پیش آمده استفاده کرد، آمد به مکه با این عبارت: العائز بالبیت. عائز یعنی پناهنده به خانه خدا. آمد پناهنده شد به مکه و این لقب هم گرفت، العائز بالبیت. مخالفین یزید را به مکه دعوت کرد. حتما در تاریخ هم خواندین و خلاصه سریال ها هم دیدین. در سال 63 و قضیه در مدینه اتفاق افتاد. بعد از اون سپاه یزید حرکت کردن، آمدن به سمت مکه و عبدالله فرزند حمزله را شدیدن سرکوب کردن، آمدن مکه. از کنار و گوشه مکه، از کوههای مقدس مکه، از جمله ابو قبیس، لشکریان یزید مکه را
به قصد تخریب و آتش زدن هدف قرار دادن. اینا تاریخایی است که وجود داره. مواد آتشزا را به سمت خانه خدا تخریب میکردن، پرت میکردن، چون عبدالله ابن زبیر در اونجا پناهنده بود. خانه های مردم در اطراف مکه آتش زدن، بسیاری از مردم و اهالی مکه را کشتن. این جریان اسفبار در محرم 64 در 26 یا 27 آغاز شد تا 3 ربیع الاول همون سال ادامه داشت. میدونین سال قمری با محرم شروع میشه، محرم، صفر، ربیع الاول، تقریبا 3 نیروهای یزید دنبال تخریب مکه بودن. اگرچه نتوانستن خانه خدا را تخریب کردن، آتش زدن، اما برعکس شرایط طور پیش آمد که عبدالله ابن زبیر موقعیتش تحکیم شد و قیامش گسترده تر شد و سرانجام در سال 64 در ربیع الاول یزید به هلاکت رسید. و یکی از جنایات مهمی را که مرتکب شد همین قضیه است. خوب است همه دانشمندان، همه خطبا برای روشنی جهان اسلام تکه های تاریخی را دنبال بکنن. چرا؟ چون نماز جمعه اگر این همه عظمت داره، به خاطر این است که جامعه اسلامی هوشیارتر و بیدارتر شوند. مسئله دومی را که لازم میدانم اینجا مطرح کنم مسئله جوانان است. روز جهانی جوانان عبده دسامبر سال 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز 12 آگوست که چند روز جلوتر بود به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کردند. غرضشان این است که دنیا یکی از بهترین سرمایه هاش جوانان است. همه کشورها موظفن، حکومت ها، نخبه ها، خلاصه بزرگان کشورها که جوانان را مدیریت کنن، کمک کنن. اگر جوان یک جامعه هدایت شد، نیروی جوانیش درست مدیریت و تربیت شد، زندگی اون کشور در واقع عوض میشه و به سمت عزت و پایداری و پیشرفت و ترقی و تکامل قرار میگیره. حالا بگذاریم هر کشوری خلاصه بر اساس این اعلامیه حقوق بشر یا سازمان ملل از جوانانشان تجلیل میکنن. روز جوانان در افغانستان در همین روز، حالا از گذشته ها خلاصه برنامه ریزی بوده و یاد میشده، 21 اسد، همون 12 آگوست، مصادف است با روز تجلیل از جوانان، ساختن یک زندگی مناسب با جهان امروز. بهترین راهش کار کردن سر فکر جوانان است. متاسفانه به این مقوله ها کمتر توجه میشه. من از باب وظیفه که نماز جمعه را یک جایگاه ویژه میدانم، 2-3 نکته درباره جوانان عرض میکنم. هم بزرگان، هم حکومت، هم فرهنگیان، مخصوصا مراکز آموزشی، پوهنتون ها، دانشگاه ها، حوزه ها، دارالحفاظ ها، مراکز دینی، اعتقادی، اخلاقی توجه داشته باشند. یکی از مشکلات امروز جوانان ما بیکاری است. در اجتماعی که جوان قادر به کار کردن نباشد، قدرت لازم برای کار کردن را در اختیارش نگذارند و فراهم نکنند، فرصت کار اگر نداشته باشه، انگیزه های جوان میمیره. این عدم کار کردن یا زمینه کار فراهم نبودن در آموزش ما تأثیر داره، در نشاط جوانان تأثیر داره.
انگیزه های فراگیری را اگر نباشه کم میکنه، اگر باشه تقویت میکنه. مسئله بسیار مهمه. به عنوان یک کارشناس نه، به عنوان یک درداشنای جامعه که با آهاد مردم سر و کار دارم، چرا مسائل آموزشی در کشور ما قوی ظهور نمیکنه؟ ما چند تا رساله در سال، چند تا نوشته قابل عرضه در مجامع علمی دنیا تولید میکنیم، چرا؟ در حالی که مؤسسه ما در کشور دیگری قدرت داره، و خاطر که زمینه کار کم است، زمینه صنعت و اختراع کم است، افکار جوانان ما مسمومه، آزادی و آزاد فکر کردن در یک اسارت قرار داره. ما باید برای بیرون رفتن از این وضعیت مسئله کار و کاریابی را برای جوانان انشالله به جد دنبال کنیم. مسئله دوم مهاجرت است، یک واقعیت است. بعد از اوکراین و سودان، سومین کشوری که در جهان بیشترین مهاجر در افغانستان است. سالهاست این ماجرا ادامه داره. چرا؟ ما باید زمینه های این مهاجرت را که بزرگترین ضربه را بر پیکر جامعه ما زده مسدود کنیم. و جالب است بدانیم در اثر گزارشاتی که داریم 63% جمعیت کشور ما را جوانا تشکیل میدن، یعنی این سرمایه در خیلی از کشورها نیست. و بعضی از گزارشات نشان داده که 63% جمعیت افغانستان جوانان زیر 25 سال تشکیل میده. این یک سرمایه الهی، اما متاسفانه این سرمایه ها دارن جوانی که 25 سال 24 سال با پول و زحمت و تلاش پدر و مادر و امکانات این کشور تربیت شده، حالا زمان رسیده که باید بازوان و فکر و نیروی او برای آبادی کشور به کار گرفته بشه، میره اسیر دیگران میشه، هم اعتقاداتش ازش گرفته میشه و هم نیروی جوانیش دیگران بهره میبرن. اسلام دین اندیشه و آینده نگریست. قضیه بسیار مهم و مسئله بسیار جدی است. از باب تذکر عرض کردم. خبر دیگری رم بگم و زیاد معطل نکنم. خب در آستانه اربعین آقای امام حسین علیه السلام قرار داریم. امروز روز اول ماه صفر است و 20 این ماه دقیقا روز 40 شهادت آقای امام حسین اربعین است. حالا اون روایت معروف این است که بعد از شهادت آقای امام حسین وقتی اهل بیت را به سمت اسارت بردن به کوفه و از کوفه به شام بردن، مثل امروز رسیدم شام، یک هفته کمتر بیشتر اهل بیت در شام بود. این اسرا شام را تسخیر کردم و سنگرها را از دست دشمن بیرون کردم. با برنامه‌هایی که داشتن برگشتن در روز اربعین بالای قبر آقای امام حسین و اونجا یک وقت خیلی خلاصه غیر مترقبه دو نفر زائر رو مشاهده کردند که جناب جابر بن عبدالله انصاری، صحابی رسول الله، که شنیده بود زیارت قبر امام حسین چقدر ثواب داره، از مدینه آمده بود بالای قبر ابی عبدالله. وقتی صدای کاروان به گوشش آمد و همراهش بود، برو ببین چه خبره، اگر دشمن ما مخفی بشیم، اگر دوستان، خب احساس آرامش میکنیم. وقتی آمد گزارش داد، گفت که جابر کاروان و سراوی ابی عبدالله برگشته. اون زیارت از اون زمان نهادی نشد. زیارت اربعین یکی از علامتهای مؤمنه. سالانه میلیون ها زائر از سراسر عالم، از
دورترین کشورها برای زیارت اربعین میآیند کربلا. و متاسفانه سالیان زیادی است که ملت افغانستان مثل خیلی از کشورهای دیگر از این زیارت محرومند. الحمدلله امسال خبری که خوب است من عرض بکنم، دولت عراق در جلسه‌ای که به همین روزهایی که پشت سر گذاشتیم داشتن، آقای محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق صدور ویزا را برای شهروندان چهار کشور از ابتدای ماه صفر، یعنی از امروز تا پایان ماه صفر به شکل رایگان اعلام کرد. یکی از این چهار کشور یمن است، یکی پاکستان است، یکی لبنان است و یکی از آن چهار کشور افغانستان است. و همینطور دوستان مطلع باشند، طبق گزارشاتی که دارم یک هزینه ای را تحت عنوان ویزا مردم پرداخت میکردن، قرار بر این است که ویزا رایگان داده بشود و همینطور برای موافقت هم هزینه دریافت میکردن. گزارشی را که ما داریم الحمدلله بحث موافقت هم قطعی شده و یعنی قرار نیست از مردم، از زائرین از این چهار کشور هزینه موافقه و هزینه ویزا بگیرن. انشالله خداوند سفر زائرین ابی عبدالله را بی خطر بگرداند، ما را در ثواب زیارت اونها شریک بگرداند. چون روز جمعه است، روز ورود اهل بیت و شام است، من خیلی خلاصه نکته ای را عرض میکنم. دلهای شما میدانم همه الان پر کشیده برای اون که اون صحنه ها رو ببینه. خیلی از بزرگان نقل میکنن، مرحوم شیخ بهایی کفعمی میگن روز اول ماه صفر سرهای مقدس شهدا را وارد دمشق کردن. دمشق یعنی همون شام، اونجایی که مقر حکومت یزید بود. و بنی امیه این روز را عید گرفتن. سهل ساعدی یکی از اصحاب پیامبر زنده است. کربلا در سخنرانی آقای امام حسین فرمودن از چند نفر بپرسین که پیغمبر من و برادرم را روی زانوی مبارکش قرار داد. فرمود حسن و حسین، آقای جوانان اهل بهشت، از جمله فرمود سهل و سهل ابن سعد ساعدی. این سهل ساعدی میگوید من به دروازه ساعد رفتم. اون زمان ها شهرها دروازه داشت، شهر شام هم دروازه داشت. میگوید دیدم سر دم دروازه سرهای روی نیزه ها قرار داره. صحابی پیغمبر است، مدت ها با پیغمبر زندگی کرده، میگوید سری را بالای نیزه دیدم از همه سرها شبیه تر به پیغمبر بود. بعد میگوید زنان و کودکان فراوان را دیدم که بر شترهای برهنه سوار بودم. جلو رفتم از دختری که بعدها میگوید اسمشه که پرسیدم تو کی هستی؟ بود من سکینه، دختر امام حسین. گفتم شما کی هستین؟ خودش معرفی کرد. من هم خودم رو بهش معرفی کردم، گفتم من سهل ساعدی هستم، صحابی جد پیغمبر. اگر کاری از من ساخته است بگو من انجام بده. فقط همین جمله رو بگم دیگه توانی صحبت کردن ندارم. فرمود سهل صحابی جدم رسول الله، برو به این نیزه دارا بگو این نیزه ها را با سرهای گوشه دیگه ببرن وسط ما قرار ندن، این جمعیت به سرها نگاه کنن به ما نگاه نکنن. مصیبت این ایام را بر وجود نازنین امام زمان تسلیت عرض میکنیم. خدایا این مصیبت را بر همه عاشقان قرآن اهل بیت، بر همه مسلمین آسان بگردان. ما را شریک ناله های اون بزرگوار در این عذاب و مصیبت قرار بده. خدایا ناموس مسلمین را
در سراسر جهان از همه خطرات محافظت فرما. امنیت کامل نصیب ملت و دولت افغانستان بگردان. خدایا همه مناسبت ها، آمدن امارت اسلامی که روز 24 این ماه بود، انشاءالله زمینه همدلی، زمینه عزت و زمینه اقتدار ملت مسلمان افغانستان بیش از پیش قرار بده. با توجه به وظایف و با ظرفیت سازی ما را در مسیر یک افغانستان آباد، افغانستان همدل و همفکر، سربلند یاری بفرما. دشمنان این سرزمین مثل روس‌ها، خدایا که فردا 28 اسد یادمان شکست و افتضاح اونا هست، همه دشمنان این سرزمین را خدایا نابود و ریشه‌کن بگردان. یاران و یاوران اسلام، قرآن، مسلمین را بیش از پیش مورد لطف و عنایتت قرار بده. عزیزانی که با حضورشان در این مکان، در این فضا، در همه فضاهای نمازهای جمعه اسلام و دین و باورها را حمایت میکنن، عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.